درود به شما بینندگان گرامی کانال رنگین کمان، به برنامه رنگین کمان خوش آمدید. من مهتاب قربانی هستم و در این برنامه به نمایندگی از دیگر میزبانان اجازه دارم که موضوع گفتگو و بحث رو به شما معرفی بکنم. موضوع گفتگوی ما در این برنامه مطالبات زنان و دادخواهی آنان است. اما پیش از هر چیز به من اجازه بدید که همراهانم رو در این گفتگو به شما معرفی بکنم. خانم رویا شمسی، عضو دراویش گنابادی و فعال حقوق زنان. آقای اسماعیل وفای اغمایی، شاعر، ادیب و پژوهشگر تاریخ. و آقای فرهنگ قاسمی. خیلی متشکرم. قصد ما در این برنامه بررسی تاریخ و تاریخ پیدایی روز 8 مارس و مباحث تکراری و کلیشه‌ای 8 مارس نیست. ما مایل هستیم اگر دوستان موافق باشند در این بحث و گفتگو به نقش زنان ایران، فراز و فرودهای مبارزشون و مطالباتشون طی تاریخ 100 سال گذشته و الگوهای برخواسته از دل این مبارزه بپردازیم. اگر دوستان مایل باشند صحبتمون رو با خانم رویا شمسی شروع کنیم. خیلی متشکر. یک نظر کلی خودم رو میخوام در اینجا بیان بکنم که پیدایش روز زن و تاریخ 8 مارس برمیگرده به احزاب سوسیالیست امریکا و اینکه از یک یادبود زنان کارگر صنایع پوشاک کالیفرنیا شروع شده که باعث شد برای دادخواهی این زنان روزی تعیین بشه و اتفاقاتی افتاد و همه اینا سرمنشأش به خاطر نظام سرمایه‌داری بود که همه اینا دستاورد فرق طبقاتی بین نظام، فرق طبقاتی که توی نظام سرمایه‌داری هستش که باعث میشه تساوی بین حقوق زن و مرد رعایت نشه و باعث شد که در سال 1977 سازمان حقوق بشر روزی رو به عنوان 8 مارس برای دادخواهی تساوی حقوق زن و مرد این روز رو به عنوان روز زن معرفی بکنه. اونجا حالا باز میشه یه مقدار بحث رو گسترش داد برای اینکه توی جمهوری اسلامی این دادخواهی به نوع دیگه‌ای نهادینه شده. ترجیح میدم آقای قاسمی اگر صحبتی دارن. بله، خیلی متشکرم. درسته که تاریخچه 8 مارس از امریکا شروع شده، ولی من برمیگردم به کشور خودمون. ببینید، قبل از انقلاب مشروطه 1285 1904 قبل از انقلاب مشروطه ما جنبش‌های زنان در ایران داشتیم و مهمترینشون در سال‌های مشروطه است و بعد از اون انجمن زنان ایرانه که خواهران اسکندری و مادر خانم فرخرو پارسا و یه تعداد دیگری این انجمن به وجود آوردن و خیلی فعال بودن در این جریان و بنابراین اصولا در تاریخ تمام تمدن‌ها نسبت به حقوق زنان اجحاف و ظلم شده و این تنها بر نمیگرده به مسئله صنعتی شدن و بر نمیگرده به مسائل طبقاتی. درسته که با مسائل طبقاتی تا حدودی بعداً در کشورهایی که واقعاً صنعتی شدند به این قضیه فشار بیشتری وارد میشه، ولی اجحاف از موقعی که ایتالیایی ها خوششون میامد از یه شهری که در جنوب ایتالیا بود که برن خانوم های اونجا رو بردارن بگیرن بیارن و برای خودشون به عقد خودشون در بیارند و یا از روم قدیم یا از ایران قدیم وجود داشته. مثلا در تاریخ ایران وقتی نگاه میکنید، وقتی گومات به قدرت میرسه، گومات در ایران به قدرت میرسه، یکی از کارهایی که میکنه اینه که آزادی زنانه.
آزادی بردگانه و در تاریخ ایران این همیشه وجود داشته و ما زنان برجسته‌ای در تاریخ ایران داشتیم که من فکر میکنم که آقای وفا یغمایی در این زمینه میتونن کمک بکنن برای اینکه یه مقداری از این مسائل روشن بشه. من اینجا صحبتم رو میدم به ایشون. ببینید بحث مفصله واقعا. یه شعر اغراق‌آمیزی است در مورد خدا که میان کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنن سرانگشت و صفحه بشمارند. اینو در مورد زنا میشه به کار برد، ظلمی که به اینها شده در طول تاریخ و واقعا باید رفت همطور که شما اشاره کردید تو گذشته. ما هیچ وقت نمیتونیم شرایط زنان امروز ایران رو بفهمیم مگر اینکه با تاریخ ایران و تاریخ اسلام آشنایی داشته باشیم. من به تبع کاری که میکردم، یعنی رشته‌ای که میخوندم الهیات و معارف اسلامی و بعد علاقه‌ای که برای تحقیق داشتم، واقعا حدود 30 ساله که مشغولم. ایران همطور که شما اشاره کردید زنای بزرگی داشته در گذشته، فارغ از به شکل‌بندی طبقاتی که سر جای خودش درسته. ما تاریخ رو نمیشه تو قالب خشمالی فقط ریخت، باید کلیتش رو دید، بعد بخشیش رو خلاصه مورد بررسی قرار داد از نظر طبقاتی. ما فرمانده نیرو دریایی داشتیم در گذشته، اینا واقعیه. جنگاوری مثل یوتاب خواهر آریوبرزن رو داشتیم. زن ایرانی لباساش تو موزه هست، حالا طبقه اشراف فرض کنید، طبقه زحمتکش همیشه تحت ستم بوده. بعد اومدیم دوره اسلامی که پرت شد جامعه ما به قرنها عقب، یعنی زنی که آیینش برحال منشعب از اندیشه زرتشت و آیینهای مزدایی بود که به نظر من هزار بار روشن‌تر از آیین‌هایی است که بعد تحمیل شد به ایران. در گام اول 10,000 زن ایرانی رو ریختن فروختن، من تاریخ من رو وجب به وجب گشتم و یه دوره عجیب غریبی بعد مبارزه کردن ایرانیا. بعد زن ایرانی در محاق یک اندیشه دوچار شد که قرن‌ها به عقب پرت شد. ببینید تعارف رو باید گذاشت کنار. در آیینی که میخ اصلیش حدود 22 تا 40 زن رو داراست، وضعیت زن رو میشه فهمید. بیاییم به دوره نزدیک، زنها جنگیدن، مبارزه کردن. یک نقطه است دو تاریخ ما 150 سال قبل قرتله که این با اینکه از یک آیین منشعب از اسلامی که از برانشاش بود ولی کاری کارستان کرد. اگر در زمان خودش بسنجیم، طبعا شخصیت های تاریخی رو باید دو بار سنجید، یک بار در زمان خودشون، یک بار در زمان حال. در زمان حال نمیتونه الگو باشه در همه زمین ها، ولی در زمان خودش زنی بسیار برجسته بود و ادامه اون کشید به انقلاب مشروطیت، تلاش های زنان و این جمهوری اسلامی. من با ناسیونالیست و شوونیست نیستم، ایران رو دوست دارم، ولی واقعیت اینه که با ورود خمینی ما با حمله دوم اعراب به ایران مواجهیم. یعنی این بار از درون ما حمله کردن. اگر در زمان گذشته 10,000 زن رو فروختن، صدها هزار زن رو تاریخ داره میگه، الان داعش جلوی رومونه. در این دوران از درون ما این ارتش حمله کرد، ارتشی که و زنها به عقب پرت شدن و طبعا مبارزات خودشون رو شروع کردن. دو درخشان به نظر من مبارزاتشون، میذارم اینو برای فرصتی که وقت بیشتری باشه واقعا پرداخت بشه. مرسی. من میخواستم به چند تا مطلب اشاره بکنم که فکر میکنم یه کمی بی‌انصافی، البته شاید این واژه درست نباشه، اگر ما بیایم بگیم ستمی که بر زنان میره و ظلمی که بر زنان میره از زمانی شروع شده که سرمایه داری توی دنیا پا گرفته. من فکر میکنم اگر برگردیم به عقب و باز هم برگردیم به عقب، به زمانی میرسیم که مادر سالاری داشتیم در تمام دنیا. اما از جایی که مسئله، باید ببینیم از کجا، از اونجایی که پدر سالاری شروع میشه، از اونجایی که مسئله مالکیت بر زمین رو داریم، مسئله ارث رو داریم، از اونجا ستم و محدودیت‌های مضاعفی برای زنها آغاز میشه که خب فکر میکنم این مسئله قابل بررسی هستش. و بعد به وجود اومدن مذاهب. آقای وفای عزیز اشاره کردن که
خب توی مذهب زرتشت زن بازتر بوده، بله نسبت به اسلام بازتر بوده، اما به طور کلی اگر به زرتشت هم نگاه بکنیم، ما زنی رو داشتیم که بهش میگفتن زن دشتان، که حتما همه دوستان میدونن وقتی که زنی پریود میشده یا عادت ماهانش رو داشته میگفتن که این زن کثیفه و باید خارج از جمع قرار بگیره. خب این مذهبیه که ما الان داریم بهش میبالیم، اما به غایت ضد زن بوده، نه به اندازه اسلام ولی به هر حال ضد زن بوده. فکر میکنم که رویا جان میخوام به مطلب اشاره بکنم. درسته، من خیلی موافقم با این بخش صحبت شما در مورد مذهب، چون مذهب خودش داره نهادینه میکنه زن ستیزی رو. طبق صحبت های آقای قاسمی که گفتن توی ایران و طبق فرمایشات جناب آقای وفایی، اینکه واقعا با ورود خمینی، اینکه مجبور کردن زن رو مضاف بر چیزهایی رو که ازش گرفتن به حجاب اجباری توی قانون اساسی قید شد، به خاطر چی؟ به خاطر مسائل اینکه زن دیش نصف مرده. این یعنی مذهب، یعنی یک قل و زنجیری که مذهب به پای هر انسانی میبنده و این خود جامعه خودکامه و زن ستیزه که نهادینه میکنه و باعث میشه این مذهب توی خانواده ها رسوخ پیدا کنه، خیلی آمیخته با فرهنگ هر خانواده بشه و زن ناخواسته ناخواسته هر روز هر روز بیشتر داره واقعا توی ژرفای این یک تاریکی مطلق قرار میگیره و مذهب به نظر من بعد از مسائل طبقاتی حرف دوم و نقطه پررنگ این مسئله است که اجحاف زن به خاطر مذهبه. خب در ببینید، من برمیگردم به اینکه یک سری عواملی هستن که این اجحاف و این ستم رو به وجود آوردن و منشأ این عوامل یک بخشش نابرابری های حقوقی زن و مرده که این به جای خودش هست، یک بخشش مسائل اقتصادی و ثروت که اینم به جای خودش هست، یک بخشش مردمی هستن. یعنی شما از خانواده شروع بکنید، خانواده کانون اصلی جامعه است، اولین کانون جامعه است. شما ببینید نقش پدر در خانواده اگر یک نقش طرفدار آزادی زن باشه، نقش برادر اگر باشه، رعایت بکنه این حقوقو، ما جلوی این چیزا رو گرفتیم. یعنی یک بخشی که ما باید کمک بکنیم، یعنی مردان باید نقش اساسی داشته باشند در این که حقوق زنان پایمال نشه و این همبستگی بین مرد و زن اگر به وجود نیاد، چنین کاری قابل اجرا نیست. ببینید من برمیگردم، من هیچ وقت طرفدار پادشاهی در ایران نبودم، به تبع طرفدار رضا شاه و محمد رضا شاه هم نیستم، اما برمیگردم به مسئله حجاب. وقتی که ما تازه هنوز رضا شاه تازه اومده بود سر کار، مسئله حجاب هنوز مطرح نشده بود و همین زنان مبارزی که برای حقوق زنان شروع کردن به فعالیت کردند، که البته همه اینها، اونهایی که فعال اصلی بودند وابسته به حزب سوسیالیست ایران در اون زمان بودند در اون برهه و استقلال کامل در کارهایی که می‌کردند داشتن و میشه گفت بعداً نداشتنم، چون وقتی یه جنبش اجتماعی وابسته به یک حزب میشه استقلال خودشو از دست میده، برای همین مسئله استقلال خیلی مهم. رضا شاه اینها رو درشون رو بست و گفت شما حق ندارید فعالیت بکنید. بعدش خودش اومد رفع حجاب کرد. ببینید من میخوام بگم که یک کسی که میاد در برای اینکه به قدرت برسه با آخوندا ساخت و پاخت کرد، اگر با آخوندا ساخت و پاخت نکرده بود به قدرت نمی رسید.
وقتی ساخت و پاخت کرد به قدرت داشت به قدرت میرسید، نهضت‌های طرفدار جنبش زنها رو بست، بعد خودش اومد به زور حجاب رو برداشت. اینها چیزهای واقعیت‌های تاریخی تاریخیه. یک واقعیت‌های تاریخی هم در جامعه وجود داره. ما باید اگر میخوایم حقوق زنان رعایت باشه، باید از خونه، از کوچه، از مدرسه، از دانشگاه، همه اینجاها رعایت، از رفتار روزمره خودمون رعایت بکنیم و بیایم جلو. احتیاج چند تا عامل هست، من بعد در ادامه صحبتام میگم، برای اینکه نمیخوام زیاد وقت رو بگیرم. عوامل زیادی هست که برای اینکه زنها بتونن واقعا از این ستم بیان بیرون، مهمترین عاملش خانواده است، مهمترین عاملش همین مردایی هستند که رفتاری که دارند و باید از اینجا شروع بشه. دولت‌ها هستند با گذروندن قوانین درست، بله، قوانینی که باید در جهت منافع زنان باشه باید عمل بکنن. برای این باید دولت ملی داشته باشیم، دولتی داشته باشیم که بر اساس انتخابات آزاد در یک شرایط مناسبی که همه آزادی ها برای انتخابات وجود داشته باشه، یعنی اگر شما احزاب آزاد نباشن، اگر اندیشه آزاد نباشه، اگر بیان آزاد نباشه، انتخابات آزاد وجود نخواهد داشت. باید این شرایط وجود داشته باشه، بعدن دولت ملی به وجود میاد. دولت ملی اگر بتونه یک سری قوانین رو در جهت حقوق و منافع زنان و برابری زنان عمل بکنه، ما به یک شرایط مناسبی میرسیم. کاری که دکتر مصدق شروع کرد به کردن و آخوندها جلوش واستادن و آدمهای مثل آیت الله کاشانی و آخوندهای دیگه باش واستادن، باش مبارزه کردن. من بقیه صحبتم میدم دست خواهش میکنم. حرفتون واقعا کاملا درسته. گفتم که این فرصت واقعا بسیار زیادی میخواد. در رابطه با چیزی که شما گفتید در مورد دوره رضا شاه، تاریخ یه واقعیته، یه واقعیتیه که بیرون از ماست. ما وقتی بررسیش میکنیم نمیتونیم اونو بریزیم تو قالب مورد نظر خودمون. ما به طرف قالب مورد نظرمون جلو میریم. مثلا تاریخ ایران و تاریخ تمام کشورهای جهان به طور واقعی از مرحله کمون اولیه بهترین تحلیل رو به نظر من مارکس کرده، بعد اومده دوره بردهداری، بعد فئودالی، بعد کاپیتالیسم، بعد کاپیتالیسم افسار گسیخته ای که 95% ثروت جهان رو در دست 3% متمرکز کرده و بقیه مردم جهان یعنی 97% 5% این ثروت رو دارن و جنگی که الان از این بحران برای چاپیدن این 5%ه. یعنی اگر 10% این ثروت تو چنین جهانی زندگی میکنی، منتها تو این جهان، جهانی که از اینجا شروع شده تا اینجا اومده، ما باید مطلق نگاه نکنیم، نسبی ببینیم. مثلا اگر در دوره خشایارشاه فرمانده نیروی دریای ایران زن بود و طبعا اشرافزاده و شاهزاده بود، معلومه مثل زن کشاورزی که اونجا داشت بچه هاشو بزرگ میکرد و روز 18 ساعت کار میکرد زندگی نمیکرد، ولی به هر حال زن ایرانی تو قشر اشراف میتونست فرمانده نیروی دریایی بشه. یا یوتاب کنار برادرش با 4000 نفر جنگید و من یه مقاله نوشته به اسم عاشورای ایرانی، گفتم که شگفت‌آوره که ما به این توجه نمی‌کنیم که برای دفاع از پایتخت ایران و جلوگیری ارتش اسکندر اینا جنگیدن، ولی ما عاشورا رو گرامی می‌داریم. عاشورایی که من ثابت کردم شخصیت‌های تاریخیش مقدس بودنشون، زنهاش از خدیجه گرفته تا زینب تا فاطمه تا ام کلثوم، اینا نه به خاطر مبارزه سیاسی، هیچ نوع مبارزه سیاسی اینا نکردن، بلکه به خاطر خون پیامبر و علی بود که در رگ‌هاشون بود و مردم به خاطر فرهنگ مذهبی اونا احترام میذارن. من بارها گفتم بیایید ارائه بکنید مبارزه فاطمه چی بود. فاطمه البته مورد احترام توی جامعه 1.5 میلیارد مسلمون که 200 میلیون شیعن، ولی تو بررسی تاریخ که نباید تعارف کرد. تو همین کادر نسبی و مطلق من دوره رضا شاه و محمد رضا شاه رو میبینم. من دوره محمد رضا شاه زندان بودم، زندانی سیاسی، تو 20 سالگی 4-5 روز شکنجه شدم، شلاق خوردم، شاهد شکنجه افراد زیادی بودم، تو فدایی، مجاهد، اعضای حزب توده و افراد مختلف. ولی وقتی من نسبی نگاه میکنم میبینم که تو اون دوره واقعا زن ایرانی میتونست بره دانشگاه، میتونست وکیل بشه، میتونست وزیر بشه، تو اون قشری که مورد نظر شاه بود.
ولی این رژیم که اومده، این در حقیقت میگن به عنوان مثال و میت که در جهنم مارهایی هستن که آدم از دست اونا به اژدها پناه میبره. ما با یک رژیمی سر و کار داریم که اصلا قابل مقایسه نیست. یکی از مشکلات هم اینه که اگر دوره مثلا بردهداری زنها تحت ستم بودن، زحمت کشا، همه جهان اینطوری بود، ولی ما در قرن 21، در قرنی که جهان خیز برداشته به طرف جلو، شاهدیم که 80 میلیون ایرانی زن و مرد اینا رو کشیدن تو قرون وسطا، و زن ایرانی رو که تو وکیل بود، وزیر بود، جراح بود، مهندس بود، حجابش رو میتونست داشته باشه یا نداشته باشه، بردن تو قرن اول هجری و الگوهایی رو ارائه میکنن که مزاحمن. من بارها گفتم فاطمه و خدیجه آدمای بدی نبودن تو زندگیشون، یا امامان شیعه ما کاری به کسی نداشتن، ولی اینها وقتی تبدیل کردن به الگو، زن ایرانی رو تو قرن 21 میلادی و 15 هجری میزنن تو سرش که آقا تو یا زن بهایی رو به جرم عقیده، ممکنه این بالاترین صلاحیت رو داشته باشه. اینه که من معتقدم نسبی در مطلق رو با دید و تاریخمون رو درست ببینیم، و من دوره پهلوی رو نه به تمامه ولی از ابعاد زیاد دوره میبینم که به نوعی سکولاریزم و لایسیته در مورد زنا رعایت میشد. مرسی. خواهش کنم. شما بفرمایید شعری هم میخواستیم بخونیم چون وقت زیادی نداریم. خواهش میکنم. ای زن خوب گوش کن، کسی در گیسوان تو آزادی را زمزمه میکند. نشانه ها با تو اند، راه را پیدا کن. شکوفه ها به تو نوید آزادی می دهند. بیاندیش، زنانی در دور دست انتظار عطر آزادی را می کشند. خودت را به جویبار بسپار، پیغام آزادی را به آنها که در خوابند برسان. این بار در گوش باد تو پیام آور آزادی باش. ای زن خوب گوش کن. مرسی. مرسی. من میخواستم در تکمیل صحبت‌های آقای قاسمی اضافه بکنم که من فکر میکنم ما نیاز به یک بازآموزی فرهنگی عمیق داریم. آقای قاسمی گفتن که باید به خانواده بپردازیم و هسته‌ای ترین شکل یک جامعه، خب اول خانواده است که این کاملا درسته، اما من فکر میکنم ما برای همون خانواده نیاز به یک بازآموزی فرهنگی داریم، برای اینکه مرد خانواده یاد بگیره که حقوق یک زن چیه، چطور باید با خواهرش رفتار بکنه، چطور باید با مادرش رفتار بکنه. و اینجا فکر میکنم مسئولیت مهمی بر عهده زنان ما هم وجود داره. وقتمون خیلی کمه، اما میخوام به این نکته اشاره بکنم. آقای یغمایی در مورد طاهره قرة‌العین صحبت کردن. مادامی که بخش گسترده ای از زنان ایرانی وقتی صحبت از طاهره میشه، خیلی هاشون که نمیشناسنش، اونایی که میشناسنش اولین پرسششون اینه که چطور طاهره بچه هاشو گذاشت و رفت. میدونید مادامی که ما یک نگاه اینطوری به زن داشته باشیم، نشون میده که توی فرهنگمون نیاز به یک کندوکاو و بازآموزی درست حسابی و واقعی رو داریم. ما خود زنا هم مسئول هستیم برای که بتونیم حقمون رو بگیریم. و فکر میکنم بهتره اگر شما صحبتی بدید. بله، من دو کلمه، چون راجب قرة‌العین صحبت شد و بعد شما صحبتی کردید. فقط قرة‌العین نیست، زنها دیگری هستن. من خوشم میاد اینجا قمرالملوک وزیری رو یاد کنم که واقعا اولین زنی بود که در شرایطی که خیلی سخت بود بدون حجاب رفت آواز خوند. ببینید ما احتیاج به یک همچین جهش هایی داریم، و این جهش ها جنبش ها رو جلو میبره. شما یه جنبش هایی دارید که به مرور نیاز داره به مرور بره. این به مرور رفتن یک حرکتی پیدا میکنه، یک سرعتی پیدا میکنه، در اثر این سرعت نیروی به دستش میاد. ولی یه موقع جهش هایی هست که شما میتونید یه دفعه 10 برابر جلوتر برید. نمونه های اینطوری ما در تاریخمون داشتیم، ولی متاسفانه مسئله اسلام و قوانین اسلامی سد راه بودند که این رو در مباحث بعد نگاه. بخش اول رو به پایان میبریم با صدای گیسو شاکری و آواز ای زنان ایران که بازخوانی قطعه هست ساخته عارف و اجرای قمرالملوک وزیری. ما را به تم پیر نگه نتوان داشت،
در خانه دلگیر نگه نتوان داشت، آن را که سر زلف چو زنجیر بود، در خانه به زنجیر نگه نتوان داشت. Thank you.